دکتر شما، نخستین کانال اختصاصی طبی در افغانستان. یکی از جمله انواع دیگه پارازمینیا یا یک سلسله تجارب غیر نرمال رفتاری که یک فرد در جریان خواب خود تجربه میکنه، حالتی از تحت عنوان سلیپ تیرور یا وحشت و دهشتی که یک فرد در جریان خواب ایره تجربه میکنه. بعض از افراد هستن و این موضوع بسیار موضوع عام است، امکان داره اطفال این حالت را تجربه کنن، امکان داره افراد کاهل این حالت را تجربه کنن و یک پروسه عام است و یک حالت عام است. 15-20% افراد امکان داره که بعض اوقات این حالت را به شکل کوتاه مدت و یا طولانی مدت شاهدش باشن و تجربه کنن در جریان خواب. حالتی وجود داره تحت عنوان سلیپ تیرور یا وحشتی که یا ترسی که در پیش یک فرد در جریان خواب ایجاد میشه. بعضی از افراد هستن در جریان خواب یک دفعه از خواب بیدار میشن، در جای خود میشینن، یعنی با وجود که فرد خواب هسته یک دفعه در جای خود میشینه، چیغ میزنه، بسیار میترسیده باشه، قلبش ضربان بسیار شدید می داشته باشه، عمیق نفس می کشه، یعنی پیش فرد هایپرونتلیشن موجود می باشه، دستش ضربان می داشته باشه، حدقایش متوسعی می باشه، عرق می کرده باشه و چیغ می زنه و فریاد می کنه. اینمی حالت تحت عنوان سلیپ تیرور یا وحشت یا ترس در خواب نامگذاری شده و ای از جمله تجارب غیر نرمال رفتاری است که به نام پارازومینیا میگن. یعنی یکی از جمله انواع پارازومینیا عبارت از وحشتی هست که یک فرد در جریان خواب امکان داره را تجربه کنه. علت اساسی از این موضوع معلوم نیست، ولی گرفتن الکل، داشتن استرس بیش از حد در جریان روز، تشوشات روانی و یک سلسله بیخوابی هایی را که فرد تجربه میکنه امکان داره باعث شود تا این پروسه شدیدتر شود. مهمترین نکته که در این مریضا باید برش توجه شود، اگر دکتری که در بخش خواب کار میکنه یا یک دکتر نیوروسایکاتریست، چون فامیلای از این افراد بسیار زیاد در مورد یک عضو فامیلشان که تو وحشت را در خواب تجربه میکنه بسیار نگران میباشن، تشویش میداشته باشن که مبادا یک کدام آفت خطرناک داشته باشه، کدام مرض خطرناک داشته باشه، ولی اینا باید نگران نباشن، یک حالت سلیم است، دلالت به کدام تشویش نمیکنه و بعض اوقات بدون کدام مداخله تداوی، بدون کدام مداخله دوایی امکان داره که به شکل بنفسیهی رش و از بین بره. بدون شک مراعت کردن حفظ صحه در خواب بسیار زیاد مهم است. قبل از خواب باید نوشابه گازدار، نوشابه کافئین‌دار گرفته نشه. قبل از خواب کوشش کنیم یک فعالیت فیزیکی منظم داشته باشیم. قبل از خواب کوشش کنیم که فقط به خواب فکر کنیم. از مصروف ساختن خود با شبکه‌های اجتماعی، از فکرای به طور مثال ناراحت کننده و اذیت کننده قبل از خواب باید اجتناب به عمل بیاید. کوشش شود که در جریان روز زیاد خواب نشه و کوشش کنیم که ولو اگر در جریان روز درگیری‌های ذهنی داریم، یک نیم ساعتی که به خواب ما میمونه فقط به این فکر کنیم که ما خواب کنیم. و اگر تصورات میکنیم، ایمجینیشن ها میکنیم، باید چیزایی را تصور کنیم که برای ما انگیزه دهنده و نقاط انرژی بخش باشه تا در خواب کدام وحشت و دهشت شدیدی که خود ما را، کیفیت خواب روزمره ما را و یک ترس و بیم را در فامیل ما ایجاد کنه، از این باید اجتناب و خودداری به عمل بیاید.